یه چیزی رو کاملا مطمئنم، اونم این که اگه با گوشی تولید محتوا میکنی، مخصوصا ویدیوگرافی، احتمال خیلی زیاد عاشق این وسیله میشی. DJI اسمو موبایل 5. خیلی خوب، نمونه ویدیوهایی که باش گرفته بودیم رو دیدیم و قبل از اینکه بریم سراغ ویژگی‌هاش، بریم ببینیم که توی جعبه‌اش چیا هست. خیلی خب، بریم راجع به ویژگی های مثبتش صحبت بکنیم، اما از اونجایی که میدونم میخواید بدونید قیمتش چقدره، امروز که یک اردیبهشت قیمتش توی بازار حدود 4 میلیون تومانه. من اینو از فروشگاه دیدگاه استور تهیه کردم، اسپانسر این ویدیو نیست، صرفا گفتم که بهتون معرفیش کنم. اولین ویژگی که من در مورد اسمو موبایل 5 یا همون OM5 خیلی دوست دارم، سبک بودنش، طراحی بسیار خوب، کاربرپسند و جمع و جور بودنشه. وزنش خیلی خیلی سبکه، حتی با این سپاهیه‌ای که داره به راحتی میتونید بذاریدش توی جیبتون، کیفتون، جیب بغل، جیب شلوار و با خودتون حملش بکنید. یه دیزاین جمع‌شو داره که همونطوری که میبینید خیلی راحت جمع میشه و موقع استفاده کردن کافیه که بذارید من پایش رو باز کنم. کافیه که شما این بازو رو بازش بکنید و گوشی رو بهش وصل بکنید و بعد از اینکه کارتون تموم شد هم خیلی راحت این بازو جمع میشه و میره توی جیب. یکی دیگه از ویژگی‌های بسیار خوبش استفاده از این گیره مگنتیه که باز هم راحتی بیشتر توی استفاده رو به همراه داره. خیلی راحت شما این رو به گوشیتون متصل میکنید، به این صورت پشت گوشیتون قرار میگیره، بعدش این رو بازش میکنید و بدین صورت اسمو موبایل 5 آماده استفاده است. این گیره مگنتی یک قابلیت دیگه هم داره، این که شما میتونید مرکز ثقل گوشیتون رو جابجا بکنید برای اینکه بالانس بهتری داشته باشید. روی گوشی های سبک خیلی نیازی به بالانس کردن ما نداریم و به محض اینکه روشنش کنیم خودش به صورت اتوماتیک بالانسش میکنه، اما بهتره که شما بالانسش رو انجام بدید که به موتوراش خیلی فشار نیاد. ما میتونیم خیلی ساده این گوشیمون رو جابجا بکنیم. الان میبینید بالانسش یه مقدار به هم خورد. من دوباره برش گردونم. این رو ما میتونیم جابجا بکنیم. این یه خورده سفته. آها، دیدین اومد این بر. الان من میارمش توی مرکز، یه بار دیگه وصلش میکنم و الان تقریبا وسط وایساده. همه چی آماده است، بریم که روشنش کنیم. کافیه که این دکمه رو فشار بدیم، نگه داریم. یه صدای بیپ جالب و میاد و وسط وای میسته. اما قبل اینکه بریم باهاش کار بکنیم و دکمه‌اش رو بهتون معرفی بکنم، میخوام بهترین قابلیتش رو بهتون نشون بدم و اون هم اینه. قبلا توی هیچ کدوم از گیمبال‌های موبایل ما همچین چیزی رو نداشتیم. فکر کنم باز هم آره، این دیگه آخرشه. حدوداً 20 سانت میتونه افزایش طول داشته باشه که به نظر من خیلی قابلیت باحالیه. این قسمت جلویش هم اینجا قابل تا شدنه، به این صورت مثلا وقتی شما بخواید اینجوری از خودتون فیلم بگیرید میتونید به راحتی این قسمت رو
تغییر زاویه بدید تا بتونید از زاویه های مختلف هم باهاش تصویر بگیرید. اما یکی دیگه از ویژگی های بسیار خوب OM5 اینه که رابط کاربریش توی دکمه ها بسیار ساده و کاربردیه. بریم ببینیم که هر کدوم از این دکمه ها چیکار میکنن. اول از همه بریم سراغ دکمه جویستیک که دقیقا همون جایی که شست شما قرار میگیره و با استفاده از اون شما میتونید گوشیتون رو تکون بدید. قابلیت حرکت توی تمامی زوایا رو نداره و کمی دچار محدودیته. میبینید از اینجا الان این برتر نمیاد، یعنی به صورت 360 درجه نمیچرخه. همچنین توی حرکت تیلت هم شما محدودیت دارین و بیشتر از این نمیتونید گوشیتون رو بذارید. اینوری بذارم، الان بیشترین حالتی که به صورت به سمت بالا میره اینه و بیشترین حالتی که به سمت پایین میاد هم اینه. در کنار دکمه جویستیک یه دکمه رکورد هست که با زدنش اگه روی حالت فیلم باشید شروع میکنه به رکورد کردن، اگه روی حالت عکس باشید عکس میگیره و اگه نگهش دارید به صورت برست مود عکاسی میکنه، یعنی عکاسی پیاپی. زیر دکمه رکورد یه دکمه فلیپ هست که با دو بار زدنش گوشی شما از حالت عمودی به افقی و برعکس تغییر حالت پیدا میکنه و همچنین با یک بار زدنش دوربین گوشی شما از دوربین پشت به جلو سویچ میکنه و برعکس. توی این قسمت گیمبال دکمه تریگر قرار داره که با دو بار زدنش حالت قرارگیری گوشی ریسیت میشه و میاد به حالت مستقیم قرار میگیره و اگه شما این رو نگه دارید گوشی به حالت لاک میره و هر حرکتی که شما انجام بدید گوشیتون توی حالت مستقیم باقی میمونه. این یکی از قابلیت‌های مورد علاقه منه که با نگه داشتن شما میتونید حرکات بسیار سریع انجام بدید در حالی که گوشیتون یعنی دوربینتون فقط و فقط روی روبرو متمرکز شده. کنار گیمبال ما دکمه زوم رو داریم که اگه گوشیتون به اپش متصل باشه شما میتونید با بالا و پایین کردنش توی دوربینتون زوم انجام بدید. اگر هم که شما دکمه تریگر رو نگه ندارید روی مود فالو هست که هر سمتی شما بچرخونید دنبالتون میکنه و برای حرکات نرم بسیار مناسبه. پایین بریم پایین میاد، بالا بریم بالا میاد، چپ بریم چپ، راست راست. بالای دکمه زوم ما دکمه مود رو داریم که با دو بار زدنش گیمبال میره توی حالت استنبایی. الان آزاد شد و دیگه موتوراش کار نمیکنه. یک بار دیگه اون دکمه رو بزنیم دوباره گیمبالمون فعال میشه. همچنین مودهای اسپورت و پی او وی رو هم داریم که حرکات بسیار سریعتری انجام میدن، یعنی اگه در حالت عادی توی مود فالو هستیم با رفتن به مودهای پی او وی و اسپورت این حرکات خیلی سریعتر و هماهنگتر با حرکات شما انجام میشه. یکی از بهترین قابلیت های این گیمبال به نظر من اپلیکیشن دی جی آی میمو. من الان وارد این اپلیکیشن شدم، همونطور که میبینید اکتیو ترکش فعال. من اگه حرکت بکنم گیمبال هم با من حرکت میکنه، روی صورت من لاک شده. کافی یه بار تریگر رو بزنم تا از حالت اکتیو ترک خارج بشه و الان دیگه من رو ترک نمیکنه. یک بار دیگه اگه بزنم روی صورت من لاک میشه و حرکت میکنه. به خیلی از چیزا ما اینجا دسترسی داریم، از جمله تنظیمات منوال دوربینمون که میتونیم ایزو سرعت شاتر رو ست بکنیم، همچنین کیفیت فیلم برداریمون، دوربین موبایلمون هر کیفیتی داشته باشه اینجا بهش دسترسی داریم، همچنین فریم ریت، افکت های تصویری مثل افکت های بیوتی و لاغر کردن صورت و اینجور چیزا و یکی از بهترین چیزهای این اپلیکیشن شات گاید ها هستن که برای موضوعات مختلف یه سری راهنما به ما میدن که بتونیم ویدیوهای جذابی رو ثبت بکنیم. همونطور که میبینیم اون بالا بر اساس موضوعهای مختلف اینها دسته‌بندی شدن: پارک، شهر، خونه، طبیعت، ساحل، لایف استایل، فود، فستیوال و چیزهای مختلف و توی هر کدومشون یه عالمه شات گاید هست که به شما کمک میکنه از اونها الگو برداری بکنید تا بتونید ویدیوهای خوبی رو ثبت بکنید. این پایین هم ما به مودهای مختلفی دسترسی داریم: پانوراما، عکس، ویدیو، اسلو موشن، دالی زوم، تایم لپس و هایپر لپس. درون این دسته یک باتری 1000 میلی آمپری قرار داره که حدود 7 ساعت به شما شارژ دهی میده با هر بار شارژ کامل که به نظر من یه مقدار بسیار مناسبه. حتی اگه این شارژ دهی هم کم بیاره احتمالا خیلی زودتر باتری موبایل شما تموم شده. شارژ کردن دستگاه هم با استفاده از این کابل USB تایپ C انجام میشه که پورتش این قسمت سمت راست دسته قرار گرفته. اما این گیمبال برای کیا مناسبه؟ تقریبا تمام کسانی که با استفاده از گوشیشون کار ساخت ویدیو انجام میدن، چه ولاگ میگیرید، چه ویدیوهای تبلیغاتی، چه ویدیوهای شهرگردی، هر گونه ویدیویی که توش نیاز دارید لرزش دستتون گرفته بشه. قیمتش مناسبه، خیلی کوچیکه، سبک وزنه، تا میشه، حمل و نقلش راحته، استفاده ازش راحته، رابط کاربری بسیار خوبی داره و شما توی کامنت برای من بنویسید که
براتون یک انتخاب هست یا نه؟ اگه نه به چه دلیل؟ واقعا عاشق این حرکاتشم. خب من برم یه خورده باش بیشتر کار بکنم تا توشو در بیارم. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.